محمود آخوندی. محمود آخوندی را نخستین پروفسور حقوق ایران و پدر حقوق جزای نوین ایران دانستند. او تحصیلات ابتدایی خود را در اهر، یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان شرقی، آغاز کرد و برای دوره متوسطه به تبریز رفت. او پس از پایان دوره متوسطه برای تحصیل در رشته حقوق قضایی وارد دانشگاه تهران شد. پس از دریافت لیسانس برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت. او در سال 1340 با ارائه پایان نامه اش درباره حقوق جزای اسلامی و تأثیر آن در حقوق جزای ایران دکترا گرفت. دکتر آخوندی پس از بازگشت به ایران در اهر به عنوان اولین دادرس دادگاه شهرستان و بعد به عنوان رئیس دادگاه مشغول کار شد. او پس از آن به دانشگاه ملی آمد و در آنجا استاد حقوق جزا شد. پس از مدتی معاون آموزشی دانشگاه شد. آخوندی در سال 1353 به آمریکا رفت و پس از بازگشت از آمریکا در دفتر تحقیقات و مطالعات دادگستری به کار مشغول شد. پس از آن مسئولیت پارلمانی دادگستری را عهده‌دار شد. او در این مدت دو نشریه با نام‌های هفته دادگستری و فصلنامه دادگستری را منتشر کرد. دکتر محمود آخوندی نویسنده کتاب ارزشمند 11 جلدی آیین دادرسی کیفری است. این کتاب به گفته خود دکتر آخوندی طی سال‌ها مطالعه در کشورهای مترقی جهان و تحقیق در روش‌های دادرسی کیفری آنها و مدت‌ها اشتغال به امر قضا و تدریس در دانشکده‌های حقوقی تهیه شده است. دکتر آخوندی در کتابی با نام نیم قرن در دادگستری شرح زندگی خود را تدوین کرده است. دکتر محمود آخوندی یکی از بزرگانی است که در سال 1394 جامعه ایران از دست